بینندگان آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز چنین مطرح کرد که خانم هیلری کلینتون و آقای ترامپ اخلاقیات ندارند آقای رئیس جمهور ایران میگه در مبارزات انتخاباتی بین خانم هیلری کلینتون و آقای ترامپ با فحاشی هایی که اونها نسبت به یکدیگر کردند این نشون دهنده اینه که اونها بهره از اخلاقیات نبردن او اظهار امیدواری میکنه که در انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران در سال آینده در 2017 چنین اتفاقی در ایران نشه و چنین تجربه ای به وجود نیاد آقای حسن راهانی در واقع معلم اخلاق سیاستمداران خارجی شده ولی آقای راهانی به این مطلب اشاره نمیکنه که فاسدترین و بی اخلاق ترین رژیم ها در جهان رژیم جمهوری اسلامی و حکام جمهوری اسلامی هستن بینندگان و در رأس اونا شخص آقای خامنه ای در واقع رهبر جمهوری اسلامی قرار داره و این بهت بیت رهبری است که ستون اصلی حکومت در ایران بینندگان و رئیس ستاد مشترک سیاسی نظامی اقتصادی فرهنگی و مذهبی شخص رهبر یعنی آقای خامنه ای در ایران بینندگان تمام ارکان های رژیم از سپاه پاسداران گرفته تا شورای نگهبان امامان جمعه قوه غذایی و دادگاه ویژه روحانیت در قم و عده زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت کنترل شخص آقای خامنه ای هستند در واقع باید به این مطلب اشاره بکنیم که ماهی از سر میگنده و در جمهوری اسلامی از سر دولت و حکومت جمهوری اسلامی در رس گندیده شده بینندگان عزیز تا جایی که نماینده سابق اصولگرایان مجلس شورای اسلامی آقای مصطفی توکلی چند هفته پیش چنین میگه توکلی میگه جمهوری اسلامی توسط حمله خارجی و حجوم خارجی از بین نخواهد رفت جمهوری اسلامی با فساد وحشتناکی که در تمام ایران جامعه ایران رو در بر گرفته و حکومت جمهوری اسلامی در بر گرفته سقوط خواهد کرد این صحبت های آقای مصطفی توکلی بینندگان عزیز بینندگان حتما در هفته های گذشته در رابطه با تجاوز جنسی آقای سعید توسی به نوجوانان قرآن توجه کردین در اخبار از این مطالب زیاد شنیدین آقای سعید توسی قاری بیت رهبری قاری قرآن بیت رهبری به ده نوجوان شاگردان قرآن خودش تجاوز جنسی می کرده یعنی در واقع لوات انجام می آده. این شخص قاری قرآن بهت رهبری است و از نزدیکان آقای خامنه است یعنی رهبر جمهوری اسلامی و اکنون فاش میشه که او به نوجوانان تجاوز جنسی میگرده یعنی لوات میگرده بینندگان من خواهان اون نیستم که امروز درباره این پرونده صحبت بکنم پرونده آقای سعید توسی صحبت بکنم ولی آنچه که در این صحبت ها بسیار اهمیت داره دو مطلبه مطلب این اول اینکه خود متهم آقای توسی چنین مطرح میکنه که رهبر جمهوری اسلامی دستور داده به قوه قضاییه یعنی دستگاه قضایی و آقای لاریجانی صادق لاریجانی که این پرونده رو ببنده و این بساط رو جمع بکنه این صحبت که امروز میشه این مطلب اول بسیار اهمیت داره یعنی در واقع این بساط رو آقای خامنه ای دستور میده که جمع بکنن مطلب دوم این که آقای سعید توسی چنین میگه میگه ابتدا زمانی که صدای شیطان بزرگ آمریکا منظور صدای آمریکاست به او این اتهام زد او میخواد پاسخگو باشه و جالبه در نامه ای که او به رهبر یعنی آقای خامنه ای می نویسه چنین مطرح میکنه که از او و اتهاماتی که به او زدن میخوان ب... به عنوان ابزاری استفاده بکنن که رهبر رو در واقع بزنن یعنی حمله به رهبر بکنن او داره رهبر رو چنین مطرح به رهبر میکنه که باید حامی او باشه زیرا او وسیله است برای زدن رهبر جمهوری اسلامی داره در واقع باج میگیره از آقای خامنه ای که باید از من حمایت کنی من قربانی هستم منو متهم میکنن که شما رو بزنن اون چنین مطرح میکنه بینندگان عزیز او این افشاگری ها رو توطئه سهونیسم جهانی یعنی یهودیان جهانی و شیطان بزرگ آمریکا مینامه و اونو چنین مطرح میکنه که هدف رهبر جمهوری اسلامی بینندگانه عزیز بینندگان آلمان ها یک ضرب مسئله بسیار زیبایی در این مورد دارن آلمان ها میگن سیب دورتر از درخت به زمین نمیافته سیب دورتر از درخت به زمین نمیافته یعنی در واقع موقعی بخوایم که این ضرب المثل آلمانی رو ترجمه بکنیم در رابطه با شرایط آقای سعید توسی باید به این مطلب اشاره بکنیم که آقای حاجی سعید توسی در واقع معلمی مانند خامنه ای داره اون از معلم خودش آقای خامنه ای آموخته و چنین مطرح میکنه که در واقع او ابزاری به دست دشمنان ایران بر علیه رژیم رجی جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته و خب این همون ابزاری است که آقای خامنه ای استفاده میکنه آقای خامنه ای برای سرکوب مخالفین رژیم جمهوری اسلامی چنین مطرح میکنه که اونها نفوذیان و عوامل خارجیان و شیطان بزرگ آمریکا و سهونیسم جهانی هستند بینندگان عزیز زمانی که آقای خامنه ای مطرح کرد که باید فساد سه هزار میلیارد دلاری رو تمام کرد و کش نداد رئیس قوه قضایی او آقای صادق لاریجانی که منصوب شخص خامنه ای است چنین مطرح کرد و روزنامه‌نگاران رو تهدید کرد در چند ماه پیش که اگه اونها در واقع به انتشار فساد دستگاه حا... حاکم در ایران بزنن مورد تعقیب قضایی قرار میگیرن بینندگان اکنون رهبر فاسد جمهوری اسلامی آقای خامنه ای دستور میده که پرونده سعید توسی را ببندن و این پرونده را جمع بکنن بینندگان البته آقای خامنه ای به خوبی میدونه تجاوزی که آقای توسی نسبت یا بر علیه جوانان نوجوانان انجام داده در شهرهای مذهبی مانند قم و مشهد یک چیز عادی است بینندگان عزیز این یک سنت دیرینه روحانیان شیعه در ایران من میتونم به یقین ادعا بکنم که حتی شخص سعید توسی در زمان نوجوانی یعنی زمانی که شاگرد مدارس قرآن بوده مورد تجاوز جنسی قرار گرفته باشه میتونم اینو به یقین شاید ادعا بکنم و آقای سعید توسی چند مدت پیش چنین مطرح میکنه که اگه او جلوی دادگاه قرار بگیره عده زیادی رو با خودش غرق خواهد کرد اینو سعید توسی میگه بینندگان عزیز آن چیزی را که سعید توسی در واقع بر جوانان بر حق جوانان انجام داده به اونا تجاوز کرده بینندگان در حجره های تاریک مدارس قرآن و مساجد یک امر عادی است چه در مساجد ایران چه در مدرسه قرآن در ایران در مشهد و قم چه در کربلا و نجف و چه در مدارس حقانی در پیشاور پاکستان که من چندین بار در اون مدارس حقانی بودم و شاهد جنایات در واقع معلمین قرآن و آخونده در اونجا بودم و چه در مکه و مدینه و جده اینا معمول بینندگان عزیز در اتاقای متروکه مدارس قرآن مکاتب قدران به نوجوانان به طور سیستماتیک تجاوز میشه روحانیون یا روحانی نماها به اونها تجاوز میکنن بینندگان من خود من چندین بار شاهد بودم روزی در سال 1998 من در شمال افغانستان در شهر مزار شریف در زندان مزار شریف با یک جوان پشتون که از پاکستان بود به نام سخی که ادعا میکرد 19 سالشه آشنا شدم در زندان این یک جنگجوی طالبان بود میدونیم که در اون زمان نیروهای طالبان با وحدت شمال افغانستان در جنگ بودند و عده زیادی از نوجوانان جنگجو طالبان دستگیر شده بودند و در زندانهای شمال افغانستان قرار داشتند سخی موقعی که من باش صحبت می یک بخچه ای را در مقابل من باز کرد در اون بخچه دو چیز قرار داشت یک ملافه سفید یک پارچه سفید و در مابین این پارچه سفید یک کاغذ ای وجود داشت که اون با من نشون داد سخی به من چنین گفت که کلاشنیکوفشو در واقع زمانی که اونو دستگیر کردن ازش گرفته بودن و پارچه سفیدی که به من نشون داد کفن او بود او چنین می گفت که اگه در جنگ برای کفار شهید میشد این کفنش بوده و کاغذ پاره ای رو که من نشون داد در واقع اون سند عقد بوده عقد نامه بوده یعنی در واقع میتونسته نکاح بکنه با کنیزی از سپاه کفار کنیزی رو بگیره دختره که جوان رو بگیره و با اون نکاح بکنه و کافی بوده یک مله فاسدی در واقع اون سند رو پر بکنه اقنامه رو پر بکنه و اون کنیز رو به ازدواج خودش در بیاره بینندگان عزیز سخی در مدت صحبتی که با ما میکرد چنین مطرح کرد که او هفت ساله بوده وارد مدارس قرآن در پشاور پاکستان مدارس حقانی شده برای که پدر و مادرش فقیر بودن و او مجبور بوده در این مدرسه در واقع زندگی بکنه و در مدرسه مورد اذیت و آزار جنسی رهبران مذهبی بوده سخی به من گفت نه تنها در واقع راهنمایان قرآن معلمین قرآن با شلاق به سر او سر میکوبیدن در موقع تعلیم در موقع تعلیم قرآن بلکه اون شبی رو به خاطر نداره که مورد تجاوز جنسی قرار نگرفته باشه بینندگان سخی به من گفت نه تنها معلمین قرآن به او تجاوز میکردن بلکه شاگردان مسنتر مصننت، از او هم به او تجاوز میکردن بینندگان سخی به من گفت در جبه های جنگ فرماندهان طالبان یعنی فرمانده طالبان همون طلبه های در واقع مدارس قرآن پیشاور پاکستان بودن بینندگان اونها هم مورد تجاوز, جنگی، تجاوز جنسی قرار گرفته بودن سخی به من گفت این فرماندهان هم به او تجاوز جنسی میگردن در جبه های جنگ نه تنها اونها به او تجاوز میکردن بلکه جنگجویان مسنتر از او در جبه های جنگ به او تجاوز میکردند بینندگان و سخی در ادامه سخنش به من چنین گفت برای او هم عادی بوده که به افراد شاگردان کم سن کم از خودش هم تجاوز بکنه بینندگان عزیز بینندگان این مطلب رو به خاطر میگم که بین روحانی، روحانیون شیعه در ایران و سنیا هیچ اختلافی در این مورد وجود نداره رهبران و حاکمین جمهوری اسلامی بینندگان عزیز به دختران جوان در زندان های ایران تجاوز کردن به پسران جوان در زندان های ایران تجاوز کردن و هنوز تجاوز میکنن رهبران جمهوری اسلامی و حکام جمهوری اسلامی در واقع این اسیرهای خودشان و اسرای خودشان بردگان جنگی میدونن که اجازه دارن هر گونه تجاوزی رو به اونا انجام بدن دشخیمان رژیم جمهوری اسلامی در زندان ها به دختران جوان و پسران جوان بعد از کودتای 1388 تجاوز کردن بینندگان عزیز هیچ فرقی بین سنی ها و شیعان در این مورد وجود نداره به گفته پایگزار آین وهابی یعنی عبدالوهاب در واقع این یک امر الهی است و مسلمانان میتونن هر بلایی رو که میخوان بر علیه کنیزان خودش و اسرای خودشون و بردگان خودشون انجام بدن عبد وهاب در نوشته هاش چنین مطرح کرده که در جنگ ها علی کفار غنایم جنگی یک پنجم غنایم جنگی متعلق به بیت المال مسلمینه و چهار پنجم غنایم جنگی که زنان و پسران جوان هم بخشی از اون هستند متعلق به جنگجویان پیروز اسلام داره پس بنابراین طبق این گفته ها میتون میتوان هر کاری رو بالای زنان و پسران جوان که اینها کنیز و برده هستن انجام داد بینندگان عزیز در جمهوری اسلامی هم رهبران جمهوری اسلامی همین عملیات مشمعز کننده را انجام دادن رهبران جمهوری اسلامی حاکمین جمهوری اسلامی دادستان های کل جمهوری اسلامی افرادی مانند آقای مرتزوی دستور میدادند به دشقیمان رژیم در زندان ها که به دختران و به پسران تجاوز بکنن بینندگان عزیز در این مورد شواهد زیادی وجود داره زیرا اونها این افراد و اسرای جنگی اسرای جنگی از کفار میدونستن بینندگان و اجازه داشتن هر بلایی رو به سر اونا بیارن و این یک عمل شرعی بود و عمل شرعی است از دید روحانیت حاکم بر ایران بینندگان اجازه بدین یه داستان دیگری را از افغانستان براتون تعریف کنم و اون داستان بدین ترتیبه که من در سالهای 1996 یا 97 بود در شمال افغانستان در شمال تونل تالنگ، سالنگ داشتم رپورتاجی برای تلویزیون آلمان تهیه میکردم در اونجا با یکی از فرماندهان جهادی مجاهدین یعنی سرداران سپاه اسلام آشنا شدم و از اون فرمانده سپاه اسلام یعنی فرمانده مجاهدین اسلامی خواستم داستانی رو برام تعریف کنه در جنگ با کفار شوروی و جنگ با حکومت نجیب الله در افغانستان بینندگان اون داستانی رو برام تعریف کرد که هنوز من از خشم و نفرت مو بر بطن هم راست میشه سیخ میشه بینندگان ولی برای او اون داستان و اتفاق هولناکی که افتاده بود در تطابق با قوانین قرآن بود و او خودشو گناهکار نمیدونست این فرمانده سپاه اسلام برام چنین تعریف کرد که روزی در مبارزه با نیروهای شوروی و ارتش افغانستان در زمان نجیب الله وارد دهی شد و در یکی از این کوچه های ده دختره که جوان زیباروی بازی میکرد با اطفال دیگه در حال بازی بود او عاشق این دختره که جوان میشه دختره که خردسال میشه و از پدرش تقاضا میکنه که با این دختره که ازدواج بکنه پدرش التماس میکنه که این دختره که معصومه هشت ساله است و از این فرمانده کل سپاه اسلام یعنی مجاهدین افغانستان خواهش میکنه که چنین کاری را انجام نده بینندگان از این عمل صرف نظر بکنه ولی فرمانده مجاهدین اونو تهدید به مرگ میکنه پدر جو. و با دادن مقداری پول مبلغی پول پدر بالاخره مجبور میشه بپذیره که این عمل انجام بشه که این فرمانده سپاه اسلام با این دختره که هشت ساله ازدواج بکنه آخوند, آخوند ده را میارن آخوند فاسد ده را و اونم چنین مطرح میکنه که دختره نه ساله است و میتونه نکاه انجام بشه بینندگان چند دقیقه بعد عقد خطبه عقد خونده میشه و این سردار سپاه اسلام دخترک که سوار اسب خودش میکنه و از ده خارج میشه این سردار سپاه اسلام بعدا به من چنین تعریف کرد که روز بعد دخترک دیگه زنده نبود فوت کرده بود یعنی بر اثر تجاوز وحشتناکی که این هیولا به این دختره که هشت ساله کرده بود این دختره خونریزی میکنه و فوت میکنه و به قط میرسه بینندگان عزیز من از این سردار سپاه اسلام پرسیدم آیا او عذاب وجدان نداره با این اتفاق هولناکی که افتاده با بیشرمی به من جواب داد که او گناهی نداره او طبق قوانین اسلام با این دختره که نوساده ازدواج کرده و این یک امر شرعی بوده این جوابی بود که این سردار اسلام به من داد بینندگان عزیز بینندگان این همان استدلالی است که امروز وزیر دادگستری کابینه آقای حسن روحانی انجام میده میدونین که در فایل صوتی آقای آیت الله منتظری چند هفته پیش فاش شد که وزیر دادگستری کابینه آقای حسن روحانی یعنی مصطفی پور محمدی یکی از قاتلین بوده یکی از غزات تیم قتل بوده و دستور و حکم قتل چندین هزار زندانی بیگناه را صادر کرده و جالبتر از این اینه که آقای پور محمدی مصطفی پور محمدی باید تبریک گفت به آقای حسن روحانی که یک چنین وزیر دادگستری رو در اختیار داره آقای پور محمدی همونطوری که سردار اسلام در افغانستان میگه هیچ گونه عذاب وجدانی نداره آقای پور محمدی مطرح میکنه که شبها راحت میخوابه و به خوبی به خواب میره و عذاب وجدان نداره و در واقع اون کاری که انجام داده اطاعت از اوامر الهی بوده که دستور قتل پنج هزار نفر بیگناه زندانی را صادر کرده بینندگان عزیز این همون چیزی است که اون سردار سپاه اسلام در افغانستان به من گفت جالبتر از این اینه که من در سال 2002 سفری به افغانستان داشتم به کابل داشتم بینندگان در سال 2002 باید قانون اساسی افغانستان که آمریکایان نوشته, نوشته بودند در لو یا جرگه، یعنی این مجلس سنتی قبایل افغانستان به تصویب میرسید به توافق می رسید من موقعی که وارد سالن نشست لو یا جرگه شدم در صف اول کسانی که نماینده لایاجرگ بودند همون فرمانده و سردار سابق مجاهدین افغانستان رو دیدم و اکنون نماینده مردم افغانستان برای تصویب قانون اساسی افغانستان بود قانون اساسی پیشرفته ای که آمریکایی ها نوشته بودند و در این قانون اساسی تساوی حقوق زن و مرد به عنوان یکی از بندهای مهم قانون اساسی در اون وجود داشت بینندگان من نزدیک این شخص شدم دوباره منو به خوبی شناخت ازش پرسیدم که میدونه چه کار میکنه امروز او قانون اساسی رو میخواد تصویب بکنه که تصاوی زن و مرد در اون وجود داره و به یادش انداختم که به من چه گفته بود و باعث قتل دختره که بیگناهی دختره که هشت ساله شده بود و اون یک بار دیگه با وقاحت کامل چنین جواب داد که قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان بر اساس و طبق اسلام در واقع تنظیم شده یعنی قوانین اسلام در اون پیاده شده و اگه او امروز به این قانون اساسی رأی مثبت میده در واقع به قوانین اسلام رأی مثبت میده بینندگان این صحبتی بود که اون اون روز جوابی بود که این سردار اسلام یک بار دیگه به من داد و چنین مطرح کرد که اگه اتفاقی افتاده او گناهی نداشته و دخترک نه ساله بوده و با اون ازدواج کرده در حالی که دخترک هشت ساله بوده بینندگان عزیز بینندگان به بی یک مطلب کوتاه دیگر اشاره بکنم در جنگ هایی که ارتش کنونی افغانستان با طالبان انجام میداد در کنار افسران ارتش افغانستان افسران ارتش آمریکا قرار داشتن در جنگ ها برای طالبان و به این مطلب اشاره بکنم که اکثریت افسران ارتش کنونی افغانستان همون سران اسلام سابق یعنی مجاهدین جهادی سابق قرار دارند که اکنون یونیفرم ارتشی به تن دارند و افسران این ارتش هستند و افسران آمریکایی اغلب به فرمانده کل نیروهای آمریکا در کابل شکایت میکردند که این افسران به اصطلاح افغانی در واقع مجاهدین سابق در کنار خود نوجوانانی را در اختیار دارند که به اونها تجاوز جنسی میکنند اینا افسران آمریکایی میگفتند و شکایت میکردند به فرمانده کل نیروهای آمریکا در داخل افغانستان بینندگان عزیز بنابراین نتیجه گیری این که در واقع روحانیت اسلامی چه در ایران چه در پاکستان و چه در افغانستان و چه در عراق هر زمانی که بخوان جنایت خودشون رو توجیه بکنن از آیه های قرآن استفاده میکنن و با تفسیری که از آیه های قرآن میکنن در واقع جنایت های خودشون رو توجیه میکنن بینندگان در همینجا وقت برنامه من به اتمام رسیده تا برنامه آینده بدرود